بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من بلا. عزیزان، برخی از افراد مفهوم تقدس مآبی دروغینی رو برای خودشون ساختن و فکر میکنن با عمامه و عصا و ریش و جبه‌ای که به دست گرفتن شدن ولی از اولیاء الله. اینا رو میبینید که تصرفاتشون طوری هست که انگار که دین مال این هاست، دکان این هاست. اگر کسی در دکان رو بست یا شیشهش رو شکست، داد و فریادش به آسمون میره. اینا رو میبینید اونایی که توی مسجد میشینن و اگر بچه هایی بیان توی مسجد سر و صداشون به آسمون میره، چطور بچه ها رو اجازه میدید بیاد؟ آقا این بچه های کیه؟ این چیه؟ چی شده عزیز من؟ سر و صدا کرد، نماز ما رو خراب کرد. انگار که مثلا نماز چی باشه که خراب بشه؟ مثلا یک اسبابازی چینی هست که همین که بچه دست زد خراب شد. آقا بچه رو آوردی توی مسجد سر و صدا میکنه، خشوع و خضوع ما رو برهم میزنه. این چه خضوع و خضوعی هست که بین تو و بین پروردگارت هست؟ خنده یه بچه‌ای، بازی یه بچه‌ای، جیغ یه بچه‌ای، گریه یه بچه‌ای اون رو خرابش میکنه. توی همین نماز، توی همین صف نمازگزار میبینی که مردم تو نمازن، یه کسی یهو صدای سگی بلند میشه، صدای خری بلند میشه، صدای ترانه‌ای بلند میشه. چه هست؟ صدای موبایل آقای فلانی هست. دستشو میبنده خاموشش میکنه یا خاموشش نمیکنه تا آخر نماز. بعد از نماز کسی هم جیغی نمیزنه. چرا؟ چون این دکاندار منطقه است، بقال منطقه است، نونوای منطقه است، فلانی است، پول داره. حالا اگر تو صدای موبایلش هر کسافتی هم باشه اشکال نداره. نماز خراب نکرد، خضوع و خشوع این آقایون رو خراب نکرد. ترانه زیبای صدای هدیه ها و قناری های بهشت، بچه ها این تقدس مآب دروغین رو، زندگیش رو، خضوع و خشوعش رو برهم میزنه. تقدس مآبی به این شکلیات نیست. آقا بچه ها میان مسجد رو کثیف میکنن. بوش کثیفش بکنن. چی کار میکنن مثلا؟ ریخت و ریخت میکنن؟ خب بریزن. جمعش میکنن، تمیزش میکنن. آقا میان اشغال میخورن، جیز میریزن، جاروب میزنیم، تمیز میشه. اما بیان مسجد مال بچه هاست، مسجد مال آیندگانه. آقا میاد توی مسجد میشوش میم تمیزش میکنه، بهش یاد میدیم که تو مسجد همچین کاری نکنه. به پدرش و خانوادهش میگیم وقتی بچه کوچیکو میارید ببندیدش، پوش لباساشو درست بکنید. اینا همش قابل حله. حلش ترده جوون ها و بچه ها از مسجد نیست، حلش چیزی دیگه است. یک دهاتی اومده بود به مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. خب اون زمان ها حمام و دستشویی که نبود، هر کسی میخواست بره دستشویی میره گوشه ای، پشت تپه ای، پشت سنگی، پشت درختی، پشت دیواری غذای حاجت میکرد. هنوز دستشویی ها ساخته نشده بود تو صحراها. شهر مدینه نه، شهر مدینه پیامبر اومده بود، مرتب شده بود، مکانهای خاصی برای دستشویی ها بود و فلان از این حرف ها. مسجد درست شده بود. این دهاتی بنده خدا که اومده بود، خب اینا رو خبر نداشت، نمیدونست دستشویی یعنی چی. اومده بود وارد مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نیاز به قضای حاجت پیدا کرده. یه گوشه ای کنار دیوار رفته بود که قضای حاجت بود. توی مسجد، خب مسجد هم خاک است و ریگ است و گل سنگریزه است، چیز خاصی نیست. این هم بنده خدا دیگه گوشه ای که کسی متوجه نشه. یک هو برخی از صحابه متوجه شدن، داد و فریاد، آی چه کار داری میکنی مسجد مسجد. اون نمیدونه که اشتباه داری میکنه. اینا که میدونن اشتباه میکنه، به جای اینکه یادش بدن دارن توبیخش میکنن. کسی که بلد نیست باید یادش داد، نه بازخواستش کرد، نه اینکه توبیخش کرد. و
پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم متوجه میشن که او داد و فریادی به راه افتاده. چیکار میکنن؟ صحابه‌ای که میدونند رو ساکت میکنن. آقا ساکت شید، چیکار دارید میکنید؟ بذاریدش کارش تموم بشه. الان این بنده خدا داره قضای حاجت میکنه، وقتی تو بیایی جلوش رو بگیرید سر و صدا بکنی میترسه، وحشت میکنه، میزنه از لباسش و همه چیزش رو کثیف میکنه. بذار شما. بعد از این که این کارش تموم شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صداش دادن که عزیز جان، این مسجده، مسجد جای پاکی هست، تو مسجد این کارا رو نمیکنن، اونجا دستشویی درست شده، فلان از این حرفو. گفت یا رسول الله من نمیدونستم، نمیفهمیدم، معذرت میخوام، نمیدونستم. بیشون یاد دادن به صحابه که چنین داد و فریاد برا انداختند، فرمودند که آقا برید یک سطل آب بیارید و اینجایی که ایشون کثیف کرده رو بگیرید تمیزش کنید. یه سطل آب آوردن، مسجد رو تمیز کردن، چیز اتفاقی نیفتاد، یه اشتباهی بود، اشتباه رفت شد، تموم شد. پس این تقدس معاویه دروغین رو بذاریم کنار. این راهکارهای دشمنه. برای چی؟ برای بدنام کردن اسلام. میبینید چه کار میکنن با همین تقدس معاویهای دروغین. یه بار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یکی از صحابه رو فرستاده بودند که عبدالله ابن جحش رو برای یک مأموریتی. مأموریت در ماه رجب بود. اینا یه گشت ویژه پیامبر بودند که میبایست میرفتن در کنار مکه یک چرخی اونجا میزدن که اهل مکه و دشمن اینا رو ببینه و احساس خطر بکنه که سربازای پیامبر تا بیخ گوششون توی کنار مسجد هم کنار مکه هم رسیدن. این باعث میشه که بترسن. در وقتی که ترسیدن، خب کاروانهای تجاریشون که این ور اون ور میره وحشت میکنه، در نتیجه برایشون سرباز بیشتر میذارن، سرباز بیشتر، راههای دورتر، اینها همه هزینه کالا رو بالا میبره، در نتیجه تو مکه گرونی میشه و اونجا این باعث میشه که مکه بر علیه ظلم و استبدادی که در داخل مکه هست بشوره. این عبدالله و دوستانش که رفته بودن اونجا یک قافله تجارتی از قریش رو دیدن که 4 نفر بیشتر توش نیستن. این قافله رو گفتن فرصت طلایی است که این رو ما بگیریم. خب اما چی؟ ماه حرام بود، ماه رجب بود. اینا این قافله رو گرفتن و آوردن مدینه. اشتباه بزرگی کردن. در ماه رجب که ماه حرام بود اینا جنگ کردن. دیگه این اشتباه چی شد؟ این شد که دشمن از این دیگه سوء استفاده کرد، سر و صدا به راه انداخت، بوقهای دشمن به حرکت در افتاد. اوی بیایید، آهای هوار هوار که محمد ارزش و عزت و کرامت و قداست ماه حرام رو زیر پا گذاشته. اینایی که حرف از این میزنن کیا هستن؟ اینهایی که داد و فریاد و هوار به راه انداختن که محمد حرمت ماه حرام و قداست ماه حرام رو زیر پای نهاده، اینهایی هستند که در حرم، در مکه مکرمه، در حرم الهی اومدن مسلمون ها رو شکنجه کردن. سمیه رو کشتن، عمار رو کشتن، مسلمون ها رو کشتن، زندان کردن، زندگیشون رو به تاراج بردند و اونها رو از شهر و دیارشون بیرون کردند. مسلمون ها مجبور شدن به حبشه برن، مسلمون شدن مجبور شدن به مدینه برن. یعنی این همه ظلم و استبداد کردند، ککیشون نگزید، هیچ وقت احساس نکردند که این شهر ماه حرام است و این شهر هم شهر حرام. نه، اما یک لغزشی از مسلمونی صورت گرفته. ببینی چه علم شنگهی به راه انداختن. این برای مسلمان ها خیلی سنگین تموم شد، تا جایی که خداوند متعال دخالت کرد تو این قضیه. و یسألونک عن شهر الحرام، یسألونک عن شهر الحرام قتال فی، دارن پروپاگندا میکنن، داد میزنن، توی ماه حرام، توی ماه رجب جنگ، کل قتال فیه کبیر. بگو بله، جنگ در ماه حرام از گناهان کبیره است. بله، برخی از
جوانها و مسلمانهای ما مرتکب یک اشتباهی شدند و مرتکب یک لغزش بزرگی شدند و در این ماه خون ریختند. ما این اشتباه خودمون رو قبول داریم و این رو برداشتش میکنیم، دیگه اون کسی که کشته شده رو میدیم و اون اموالی که هم قافلهی که گرفته شده همش رو برمیگردونیم، اسیرانی که هم گرفته شده آزاد میکنیم. اشتباه از ما صورت گرفته و ما هزینه این اشتباه خودمون رو پرداخت میکنیم. اما یسالونه کن شهر الحرام قتالیم فی قل قتالیم فی کبیر، اما یه چیزی دیگه، و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله، اما اون جنایت هایی که شما انجام دادید اونها پیش خداوند متعال بسیار شنیع‌تر، زشت‌تر، حرام‌تر و بدتره. شما اومدید سنگ پرانی کردید جلوی دعوت اسلام، اومدید مردم رو از دین زدید، اومدید سد راه دعوت اسلام شدید، و سد عن سبیل الله و کفر به، و شما کفر ورزیدید به الله متعال، شما خانه خدا رو مرکز و بتکده کردید و توش 360 تا بت گذاشتید، شما فتنه کردید و الفتنه تو اشد من القتل، و مسلمون ها رو شکنجه کردید، به زندان انداختید، کشتید، مال و منالشون رو به تاراج بردید، از شهر و دیارشون بیرونشون کردید. همه این جنایت ها رو نمیبینید؟ و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنه تو اشد من القتل و الفتنه تو اکبر من القتل. این فتنه و فساد و جنایت ها و قتل و غارت و که شما کردید، این خیلی بزرگتر از کشته شدن یک نفری هست که به اشتباه چنین شده. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينه عن دينكم ان استطاع، اینا تا آخرین لحظه با شما می جنگن. ای مؤمنان حواستون باشه، اینها می جنگند و هدفشون این هست که شما رو از دینتون برگردونن. امروز این تقدس مآبی رو در سطح جهانی می بینید. اگر یک جایی در کوره دهی، در افغانستان، در سومال، یه مردی به زنی ظلم کنه یا یک بچه‌ای مورد تعرضی قرار بگیره یا یک اشتباهی از یک انسان خوب جوامع بشری مثل جنگله، تو جنگل گرگ هست، شغال هست، چون که افغانستان هست دیگه معناش این نیست که همه ملائکه‌ن، تو همین افغانستان مسلمون هم از کافر هم از جنایتکار هم از خوبش هست، فرشته هست و همه چیزش هست، تو سومال همینطور، تو که هر کشوری همینطور، طبیعت جوامع بشری اینجوریه، توش خوب هست و بد هست. حالا یه آدم بدی از روی نفهمی، از روی جهالت، از روی حقل، از روی هر چیزی اومد یک اشتباهی کرد، ببینید بوق جهانی به صدا در میاد، حقوق انسان، حقوق کودک، حقوق زن، حقوق فلان، حقوق علان، که یک نفری تو یکی اشور مسلمانی اشتباهی کرد. کی داره این حرف رو میزنه؟ اون انسانهای انسان نماها، اون انسان نماهایی که توصیف قرآنی در میان اونها هست که آقا هم کل انعام بل هم اضل، اونها چون حیوانات هستند از حیوانات هم پسترند، حیوان عقل نداره اگر چون این حماقت هایی میکنه، اونهایی که نه در اونجا انسانیت معنا داره، اونهایی که پیر زنها و پیر مردها رو میندازن توی زبالدان و اونجا میگیرن میکشنشون، اونهایی که بچه های مردم رو میدزدن بچه وجود نداره، اونهایی که خانواده رو ویران کردند و تمام زندگیشون فحشا و بیبندباری و اونهایی که جوامعشون تمام بیماری روانی و دیوانگی و ویرانگریست، اونهایی که تمام ارزشها رو زیر پا گذاشتن، نه انسانیتی اونجا هست، اونها که انسانها رو کردن مثل ریموت و دارن میچاپن، اونهایی که جوامع بشری رو گرفتن برده شهوتها و خواسته های خودشون کردن و انسانها رو از دین الله میزنند و انسانها رو شکنجه میکنند و دولتها و ملتها رو میچاپند و استعمار میکنند، این قاتلان، این مجرمان، این جنایتکاران میان تقدس مآبانه اشتباهات ما رو میگیرند. اینجاست که ای انسان مؤمن مواظب باش، گول تقدس مآبی های دروغی رو نخور، گول این شعارها و این مکر و حیله های اهریمن رو نخور،
باش مسلمون، به اسلامت افتخار کن و ارزش ها رو اولویت بندی هاش رو بدون تا برسی به رضایت الله متعال.